سر خیل نازنینا. در خانم نگفته بودم که من بیت میخوانم. یک کسی را که من بسیار زیاد دوست دارم امروز مهمان ویژه ما شما میباشه. بخیر، به حساب لغمان پیش میریم. ما آهنگی که خوش دارم و آهنگایی که خودم کمپوز کردم. استاد راشی وقتی که پلی شد ما گریختم رفتم به طاق بالا. خدا و یک ترموید سر نداشت. آتشم دودم کبابم. بعد از اینکه من پدر خود از دست دادم، من در سخت‌ترین شرایط قرار داشتم و یک دخترک بودم. مرا وقتی که دید از جای خود خیز گفت شفیق جان مورین ایزوف کرد. دیگهش 5 ساله شده و دیگهش هم 7 ساله میشه. چون نمیکرد کس؟ بسیار زشت جواب دادی. برای بار اول وقتی که ما خوانده مشکای ما آمده جیم میریم یک کمک ورزش هم سرت میکنم. ده دخ پل زال غم مری زد جانا گفتی من گل سد نو پرابلم. ده گل خیسته زوان جانا تاتا چه ترسی. خوشی و لبخند با HM Production. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، به ویژه برنامه دیدار وطندار با من حفیظ محمدی بسیار خوش آمدین. امروز یک دیدار ویژه خود داشتم با یکی از کسایی که شما زیاد دوستش دارین. در شخصیتش و صدایش احساس وطن و احساس عاشقانه نهفته هست. کسی هست که بسیار کم ظاهر میشه در اواخر در رسانه ها و عالم کارهای بسیار نو و خوب و عالی را داره که من تانستم در برنامه داشته باشمش. و ای که کی است؟ ما هم نو رسیدیم، میریم دیگه ای ویژه برنامه را با ما همراه باشین. دیدار وطندار بیان دوستا. اینم اینجا خانه است. این هم نام خدا میمانه دیدین. السلام علیکم. شمای ما روشن. جورستی بخیر رسید. جورتر زنده باشید. فضل خدا رسیدیم بالاخره. دوستا و یا همگی دیگه تشنی دیدارت بودن. من گفتم باش قدمایتان بالا چشمای ما کمون. تشکر، زنده باشین. بین دوستا. تشکر، زنده باشین. خوب یک فضایه که بسارم تو وطنی شفیق جان. یعنی بیرون خوب است، هوای تازه، عوام خوب است، عوام نام خدا سرد است، گرمی ها رفت. خوب است، به هوای وطن نمیرسم اون تا. زنده باشین شفیق جان. خودت و دوستا و بیننده های عزیزی که میبینن بعد از بسیار وقت. خوشحال هستم که خودت بعد از بسیار وقت میبینم. خوش آمدی و سلام خدمت تمام بیننده های کمیل از ما را تماشا میکنن و علاقمند های چنل یوتیوب خودت و علاقمند های خودت و علاقمند های من. لطف کردین شفیق جان. بسیار دوستا پیام میکردن که امی شفیق جان پیدا کن. ما اونا به خود معلوم است که ما خودت از دیر مدت در تماس بودیم، گپ میزدیم. ما بسیم باشه یک فرصت مساعد شوه، مناسب باشه، در وقت مناسب باز میبینمش. اما بیگانتش قارم شده بود که اینه ما خود 3 ماه پیش گفتیم چرا پیدایش نکردی. خیر باشه، دیرای درست هاید با گپای نو با کارای نو و دیگه ما در خدمت خود در خدمت تمام علاقه مندا. زنده باشین، تشکر. شفیق جان از این قصه کنیم که برای مرید آمریکا و مسافری چطور میگذره و چند سال گذشته؟ من سال 2011 آمده بودم. اگر فکرتان باشه زیادتر وقت من در افغانستان می بودم ولی بسیار کمی جمعی بودم. و در سال 2015 باز عروسی کردم. جنجال های زندگی زیاد شد، باز اولاد دار شدیم. 3 طفل دارم، دختر دارم،
آلیا جان و دو بچه دارم، زاهد جان و سلیمان جان. زندگی امریکا مشکلات خود داره، به خودت معلوم است. آمدی خودت هم پنج ماه میشه که آمدی، از دل ما میایی. وطن بسیار زیاد یاد آدم میآید، فامیل، مردم، همش در یادم است، ولی چاره نیست. یکی از خاطرات پیشتر ما شما قصه کردیم که بعضی کسا که در افغانستان است فکر میکنن که شما از وطن رفتین. یگان دفعه ما هم دیگه احساس میکردیم، مثلا خود که میامید قاب گفته بودم اینجا دعوت میشیدی، هم دیگه احساس میکردیم برو ساعت از یا تیر از دستورت که اینجا که بیاین باز واقعا امو درد و چی. در یکی از برنامه های شما در تلویزیون طلوع از پیش ما پرسان شد که اینقدر وقتی که وطن دوست داری، وطن وطن میگی، چرا در وطن زندگی نمیکنی؟ اموجا ما کمک احساساتی هم شده بخاطر از اینکه از دل و جان وطن خود دوست دارم دیگه. این نمیشه که من نمیفهم به چی شکل باید ایره برای ابراز بکنم و نشان بدم به وطن داره خود. باز ما برشان گفتم که به وطن نیز غریبه که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. باز مردما سر من انتقادم کرده بود که بسیار زشت جواب دادی، چون که اون می مسئله وقت وطن وقتی که میایه باز آدم یک کمک احساساتی میشه. این حال من از خودت پرسان میکنم، خودت امریکا آمدی از افغانستان، آیا وقتی که کس از افغانستان میبرایه خارج میایه وطن از یادش میره؟ دوست میداشته باشه، یعنی محبتش دوچند میشه؟ من فکر میکنم که دوچند و سهچند میشه. دقیق آدم تک حس میداشته باشه، احساس میکنه. اونم قسم که شفیق جان خودت هم تک آلت داری، کلگی افغانایی که آمدن که تا جا که پرسان کردیم یا سر خودم میگذرم، یعنی هر موضوعی که در اونجا اتفاق میفته اگه تاثیرش در خود افغانستان سر کسایی که زندگی میکنن یک چند باشه، سر ما و شما ده چند است. و گپی بسیار مهم ای است، او کمک و خدمتی را که ما و شما جوانا عزیزه برای افغانای خود کرده میتونه، نه تنها ما یا خودت، تمام فامیلا را میگم، بر شما علوم است، تمام فامیلا، خواهرا، بیادرا، خسربرا، بچهای عمه، بچهای کاکایا کم 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 پیسه جمع میکنن، کار میکنن و برای وطندارای خود روان میکنن. بر شما معلوم است دیگه، اگر افغانستان میبودم فکر نمیکردم که میتونستم، چون که شرایط کار و قدر برابر نیست برای جوانا و خصوص دیگه. اگر هر جای هستی ما شما، ولی قلب ما، دل ما در وطن ماست و برای وطندارای خود بخیر صادقانه خدمت میکنیم. شفیق جان از این گپ بزن که زندگی مشترک، اولاد داری، کار و بار، مسئولیت های از اینجا چی تو میگذره؟ هر بخشش یک لذت خاص خود داره. من بسیار زیاد خوشبخت هستم که بهترین لحظات اولادایم، یکیش 3 ساله میشه سبا بخیر سلیمان، دیگهش 5 ساله شده و دیگهش هم 7 ساله میشه 2 ماه بعد بخیر. یه مو شیرین ترین لحظات زندگیشان است که همراه ما سپری میشه، بخاطر از اینکه وقت بسیار زود سپری میشه. من بسیار زیاد خوشبخت هستم و چالش های خود داره زندگی مشترک در امریکا، کاروبار یا، ولی من کدام شکایت ندارم، از خداوند خود سپاسگزار هستم، زندگیم خوب است، اولادایم همراه من است، خانم همراه من است، هم ما یک جای هستیم، خوشخندان نام خدا. و از طرف خانه خسرم نام خدا کلگی با هنر، با شعر و شاعری همگی آشنا و خودم نام خدا دمت یک خانواده هستی که دیگه اما قدر زره که میگه زرگر میفهمم دک چیز شده. والا ما برعکس برد میگیم، ما از وقتی که ما روزی کردیم ماید در خانه موسیقی نکردیم. بله ولی بله قسمی که گفتین هنرمندا هستن و هنرشان احترام دارم، دوستشان دارم، ولی ما هیچ وقت در خانه از می 2015 که ما روزی کردیم تا بال یک بار هم موسیقی نکردیم. این چی رقم بوده؟ این علاقه وجود نداره شفیق جان؟ ما و استاد منگل بسیار وقتای ما هسته، میشینیم یکان کمپوزار جور میکنیم، یکان زمزمه میکنیم، ولی تو زیاد نکردیم. شاید دمی از سال 2015 تا به حال شاید یک 5-6 بار مثلا ما موسیقی کرده باشیم. از تجربه خودت یک چند چیز بسیار مشخصه که برای فامیلا و مجزا که آمدن بگویی که چطور خود عیار بسازن به جامعه از اینجا، به زندگی از اینجا، امو دراز مدت خودت چی تو ببینن، به خاطر که شما تجربه کردین نگار از دید خودت میبینی میگپ. خودت هم شاید می 5 ماه تجربه کرده باشی، ولی باز من هم برات میگم امریکا جایی است که وقتی که امریکا میایی اگر کار نکنی زندگی کرده نمیتونی، باید کار بکنی و کار در اینجا فرمان است. منتها
کارگر کار داره. کسی باید باشه که کارگر باشه. مصارف زیاد است. جای بودو باش است. که کرایش بسیار زیاد است. کم نیست. و بل برق است، بل هوا است. همه چیز مصرف داره دیگه. آمریکا خود توادار می‌سازه که اگر بخوای نخوای 100% باید کار بکنی. اگر کار کردی، رایت پیدا کردی، آمریکا هیچ را میگن که land of opportunity. یک سرزمین چانس ها و فرصت ها است. چانس ها بسیار زیاد است. کارها زیاد است، ولی یک کس میخواد که به منتو تپ و تلاش بکنه و کارگر باشه و تنبل نباشه. و درس شفیق جان در اینجا ادامه دادین، خواندین چیز را؟ من درس نخوندم، لیکن بعضی چیزهایی را که شوق خودم بود، من وقت درس پیانو هم میخوندم و دیگه فاینل کات آنلاین درس میخوندم. بعضی ایدیتینگ و یا که ویدیو را که میبینین خودم ادیت میکنم. بله، بسیار چیزها به گفتن داریم دوستا. شما این برنامه را تعقیب کنین. به گفته خارجی ها سرپرایز هم داریم، همونطور از نه؟ یک کسی را که من بسیار زیاد دوست دارم امروز مهمان ویژه ما شما می باشه. بخیر، منتظرش دوستا باشه. منتظر باشن دیگه. زیاد گپ ها داریم، زیاد چیز هاست. ما خود بخیر بیرون هم میریم، زیاد شکر هم میزنیم، بیرون میریم، جیم میریم، یکمک ورزش هم سرت میکنم. بخیر. و کارهایی را که من دوست دارم، ورزشایی را که من دوست دارم، اونم باز یگان جایگاه مقبول میشینیم. یگان پارک، هوای آزاد، هوای مقبول، یگان زمزمه، یگان قسمی داشته باشیم. دوستا را میگیم که ما را همراهی کنیم. شفیق جان، بعضی سوال های کوتاه یا هست که بشنیم از خودت. درباره استاد منگل اگه یک جمله بگویید چی هست؟ استاد منگل یک جمله؟ یک جمله خود نمیشه، باید زیاد جمله بگویم دربارش. بگوین چیزی که درباره استاد دارین. اول خود یک هنرمند بسیار تاپ، بسیار عالی، با احساس میخونه و در پهلوی از او یک انسان بسیار صادق و دل و زبانش یکی است. ساده است، دل و زبانش یکی است. پالیتیکس یاد نداره، سیاست یاد نداره. چیزی که در دلش هست در زبانش هم هست. اگه دوست داشت میگه دوست دارم، اگه نداشت میگه ندارم. ندارم. و از خود تر رفیقت هست یا یک رابطه خسر و داماد هست؟ بسیار هم تو. نه، از ما چیز است. نه، از ما چیز است. رفاقت است و به حساب لغمان پیش میریم. اردیتون از یک جا هست. آه دیگه، از امون وطنی است. ما مردم های وطنی ساده رو بسیار زیاد دوست دارم. مردم هایی که پوک باشه مرا خوشم نمیاد. بله بله. و نام خدا هموطنان ما که از لغمان هستن بسیار مذاقی، خنده‌روی. از ما هم یکی از دوستای ما، دوستای ما همسنفی ما که بودن، نام خدا همیشه هم تو دیگه هم تو چالاک، مذاقی، هم تو جواب کل اگر میدن دیگه. شما دو نفر هم بسیار خوبی از کجا میباشه دیگه. شفیق جان، بین آوازخانای جوان یک کس باز خاص میباشه که آدم میشنه و در طبقه جوان البته ما گفتیم چون گزینه ها خود زیاد هست. اگر جاوجان شریف صدایش خوش میه، خوب میخوانه. جاوجان امرخیل است، لطیف جان نگرهاری است، همون جان انگار است. یک کس نیست، زیاد است. چندین نفر خیلی شما صدای مختلف هم میشنوینده. وعده ای امریکای که هستی تو آوازخانهایی که انگلیسی میخوانن علاقه پیدا کردی برشان؟ من زیاد میشنم. بله، از کی میشنم؟ عدل یک کس از سوره زیاد میشنم، خوش دارم. و سلندیون زیاد خوشم میاد. آهنگ فیلم تایتانیک که خوانده بود. و جان لیجند. جان لیجند بسیار عالی است. از فیلم ها یاد کردی، گفتی فیلم تایتانیک. ایندی یک وقت میدیدی در اون وقتایی که در افغانستان بودیم؟ بسیار زیاد، بسیار زیاد میدیدم و اکتاش هم میکنم. به خاطر که آوازخوانا خودشون باید اکت هم کنن. نه؟ میدیدم، ولی حال زیاد علاقه من نیستم، هیچ سال نمیکنم. خودت علاقه داشتی شفیق جان؟ بخاطر که بدون شک در روی پرده هستی، در آهنگا هستی، که خودت یک بچه فیلم باشی. خب بچه فیلم هستیم دیگه. حالا قصدی منطقی که این اصلی می بودی؟ نه، منظورم از این که تمثیل می کردی، یک فیلم می ساختین. علاقه اگه فکرتان باشه در هر کلیپ مگه شما دیده باشین یک داستان هست، یک
یک کمک کوشش کردیم که یک ذره اکت بکنم. بسیار زیاد علاقه داشتم، علاقه دارم. بله علاقه دارم. بله امروی خانم نغمه با تماس هستین، میبینین نمیبینین؟ چون زندگی اینجا خب بسیار مصروف است و از لحاظ هنری چطور از کارا بیان؟ خانم نغمه خو امریکا که میاین اینجا میباشن، امروی ما میباشن، ما هم ما یک جا هستیم و هنرمند بسیار خوب همیشه برای وطن خوانده آهنگایش، یعنی اکثر آهنگایش پیامای بسیار خوب داره و از هنرمند کرده هم به نظر من یک مادر کلان خوب است برای اطفال ما. اطفال ما بسیار زیاد دوست داره، بچه‌ای که خوردم بسیار ساعت همراه از اون میباشه و مادر کلان خوب است. بسیار عالی. و خودتان بسیار دوست داره به خاطر اینکه خودتان یک والا ما او را دیگه نمیفهم، یک وقت بود ولی نمیفهم من تا و داماتشان خوش باشن، همیشه خوش باشن و کاراشان همه تجاری باشن. عالی است. یکی از آهنگایش اگه شما بگوین که کدام آهنگش بسیار خوش دارین؟ شاید ببینن ما آهنگی که خوش دارم و آهنگایی که خودم کمپوز کردم. کدام؟ یک آهنگ مهنی برشان کمپوز کرده بودم، جواندون تپه دیمینه یک هزار ده وطن، که از طریق از این آهنگ آشنایام پیدا شد همراهشان. بله باز ما و خانم ملاقات کردیم از طریق از این آهنگ. و دیگه یک آهنگ بود چنون دی اخلمه نظرم ترمری راشی که فکر کنم از طریق کانال شما هم نشد جان نشد شده. و یک آهنگ دیگه شان است دازمه قسمت غریب، شمیار نشون نصیب و از خودم نیست کمپوز لیکن خوشم میاد. نام خدا خیر، چندین ناهنگ و کمپوز برشان دادین دیگه؟ فعلا خب ما یک دو کمپوز دادیم برشان. بسیار عالی. شفیق جان، در بین خانواده معمول است که کسی که داماد میباشه باز یک نام شیرین برش انتخاب میکنه، نمیگن که دیگه باز شفیق یا شفیق جان، یک نامک میتونه. شما را از ناز خانم نغمه چی میگه؟ یک نام برتان موندن در خانه؟ او را باز از اونا پرسان کنین دیگه. شوخی کردم، به نام خودم میگه شفیق میگن. بله من تو یک نام شده داشته از ناز میگه تا یک نام ناز نداره ما شفیق میگه. جالبترین صحنه ای که بر خودت اتفاق افتاده باشه شفیق عزیز، که یک علاقمندت یک واکنش نشان داده باشه، چی در کنسرت چی در کدام جای دیگه که بیخی از ذهنت نمیره، چی بوده؟ در کابل ما در یک رستوران بود نام AFC نه؟ بله. اگه دیده باشید شارنو. اونجا رفته بودیم همراه دوستا. بله. یک دو دوستم همراه بود. اونجا که رفتیم ما نان خوردن رفته بودیم، شام بود. وقتی که از اینا پایین می‌شدیم یک فامیل شسته بودن اونجا. خب. ما سالای 2013 رو برتم قسم می‌کنم. 2013. فامیل بود و یک دخترک بودم اونجا. ما را وقتی که دید از جای خود خیز گفت شفیق جان مورین زوف کرد. افتادگاه. زمین افتاد. باز ما رفتم. چون که فامیلشان هم بود و برادرهایشان هم بود، باز من گفتم خوارجان، یعنی من مار خطا شدم. نه گفتم من یک آدم بسیار عادی و ساده، گفتم هیچ گپی نیست خوارجان، مست من میگه دیگه. او هیچ از یادم نمیره. از یادتان نمیره. خود از طریق فیسبوک و از طریق یوتیوب یا با تماس هستی همراه دوستا بیا بیان کم یاد یک کامنت بخونیم که چیزایی که شما میخوانین معمولا شاید بخونین شاید نخونین، یک جالب ترین نظر دوستا. اگر شما خواسته باشین میتونین ببینین کامنت ها. بیان که یک از کامنت ها رو بخونیم خوب تر است. یعنی این یوتیوب شفیق جان است که از این آهنگتان زندگی. بیان که از این یک کامنت ها بخونیم. یکی از دوستا گفتم من تمام آهنگای شفیق جان را خوش دارم، در حال که اصلا پشتو نمیدانم و بسیار آهنگای زیبا. موزیک به زبان ضرورت نداره. موسیقی از هر جایی که باشه احساس داشته باشه و مقبول خوانده شوه و درست تنظیم شوه، چی موسیقی ما شما چقدر موسیقی هندی میشنویم، ترکی میشنویم، حتی روسی و یا موسیقی زبان نداره دیگه. من از اونا تشکر میکنم. این یک نفر نوشته کده Love from ایران، یعنی بدون شک از ایران بودن و آهنگایتان هم میشنون، تقریبتان میکنن. با هر آهنگ تو ثانیه به ثانیه نفس کشیدیم و هزاران خاطره داشتیم. دوستا گفتن منن دیروچت دیگه که زیاد خوش آمده بود. یک کامنت بسیار هم وطنی منن دیروچت. آهنگ جدید شفیق جانم که آهنگ عاشقانه و احساسی است میایه و آهنگ میهنی هم است که میایه. دو چیز در راه است. بعد از آهنگ یتیم که خوانده شد این آهنگ را منتظر باشه. باز کامنت هایتان روان کنین، روسی، انگلیسی، پشتو، فارسی، هر رقم کامنت میکنین شفیق جان باز کامنت هایتان جواب میده.
خود یکی از جیما هستیم که شفیق جان دیگه سرگرمیشام ورزششام وقت زیادشام که سپری میشه دمی جیم هست. شفیق جان در روز چند ساعت اینجا هستی؟ وقت زیاد خونه خود روزمره میایم هر روز برای 1.5 ساعت هفته 5 روز 6 روز میایم. بخاطر از اینکه ما چیز شدیم حفیظ جان، ما معتاد سپورت شدیم. سپورت کنه کنون باز چیز میباشم، یک در اعصابم خراب میباشه و سپورت که میکنم بعد سپورت بسیار تب خوش میباشم. میگم ما کل جوانها را میگم که خدا با ورزش معتاد بسازن. معتاد یکی خوب ورزش رفتن است، جیم رفتن است، سپورت کردن است، یکی معتادیست است. ما تقریبا 18 یا 20 سال شد که شاید برای یک ماه متواتر ما چیز نکرده باشم، یعنی رها نکرده باشم ورزشه. ما همیشه دوستا رفیقای ما میفهمن همی برای یک هفته که ما کابل هم رفتیم همیشه که آمدیم نه صبح کی وقت همی باشه رفیقای ما مرا در جیم پیدا کردن صبح کی وقت اون تام مثل نشده. یعنی 20 سال دوستا، 20 سال ورزش و 20 سال ادامه دادن و یک دیسپلین نگاه کردن در 20 سال بسیار کار سخت است. یعنی تا نفرها رو میشناسم که امروز بسیار به گرمی رفته سبا نمیبینیش دیگه. ما دیگه فایدهش به خاطر از دیم که ما به خاطر از این نمیکنم که یکان تا میگه که قدر ورزش که میکنی کجاست اندامت دیگه. ما به خاطر اندام نمیکنم، به خاطر صحت خود میکنم و به خاطر از این که بر تو معلوم است زندگی خارج کسایی که در زندگی میکنن دور از وطن، دور از فامیل، از ما خود همان فامیلم در افغانستان است. فشارهای زندگی بسیار زیاد میباشه، استرس ها و دپرشن ها و جیم یگانه جایی است که همین کل فشار ها و کل تکلیف ها را میتونی که دور بانی. وقتی که از جیم میبرایی بسیار تب خوش میباشی و خصوصا در اینجا شفیق جان بسیار مهم است، بسیار زیاد، چون اینجا زندگی است یا بسیار زندگی استرس است، بسیار استرسفول است. دوستان ما و شفیق جان آماده هستیم به این رقابت تنگاتنگ. شفیق جان پیش از اینکه ببازی چی میگی؟ آخرین گفتنی ده برای علاقه منده بیا میبینیم دیگه چیز نمیگه چیزار انجام بود. لالا یکی خوشیده خوش داشتم حفیظ جان، کلک دنده بسیار خوشم میامد، توپ دنده بسیار خوشم میامد و تشلوار دیگه بسیار قهرمان بودم چیزم بودم تو دست چپه نه. چی کردی شفیق جان؟ باختم. چقدر خوب باخدا. اولین نفر است که در میدان رقابت میگه باختم، قبول میکنه، اما در اصل برنده خودش است. چون شفیق جان دیگه نام خدا بخیر ترنر تنس است. زیاد بازی کردی شفیق جان. خوب است. یک سالای 2015 16 17 تا 18 بازی کردم. زیاد خوشم میاد بخاطر از اینکه خوب دوش است، بسیار زیاد کالری میتونی بازی و خود می بسیار ثقیل است. بله. ما الان احساس کردم میره دیگه. خوش آمدی به منطقه ما. زنده باشی. امیدوارم هستم که ساعت تیر شده باشه ان شاء الله. میریم خوب. سه ساعت تیر شده. حالا میریم باز به خیر یک چند نخبات کباب خوری. اینا بعد از دیگه غذا خوردن بسیار مزه میتم. خوب است. خی دوستا تنس بود، شفیق جان برنده شد و دیگه میریم به طرف ازی که کمک از انرژی باید بگیریم. به غیر از دیگه ما شاید یک نفر نیاز داشته باشه که ما رو ببره. خب دوستا حالا دیگه یک میکس از عاشقانه ها یا به یاد گذشته یا میتونیم بگیم یاد روزگار شیرین، به یاد سابقه، به یاد سابقه. سرخیل نازنینان ما
مهتاب مهجبینان رخسار به نظیرت روشن زیخترینان لا 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 شب و روز از فراق رویان جانان می سوزم شب و روز از فراق رویان جانان می سوزم و مثل آتش صحرا کنون در خانه می سوزم و مثل آتش سرا کنون در خانه می سوزم شب و روز از فراق رویان جانا نمی سوزم دبلال خوگزانا دملال یا قربانا دبلال خوگزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خایست افغانستانا زمامین زمازانا خایست افغانستانا دبلال خوگزانا دملال یا قربانا بے تو بے نور و نویدم نا امیدم نا امیدم نا امیدم خستم دردم عذابم آتشم آتشم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چی سازم وقت رفتی از بر من در فراقت سوختم دی قدم خاوروخ کلولو تا دی پرین خودم دی قدم خاوروخ کلولو تا دی پرین خودم دا جمله پاتشوا ویلو تا دی پرین خودم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم تا سرمین لرم بے وفا ولی رات وائی بے وفا ولی رات وائی دبل چان بست زمائے دبل چان بست زمائے پام چه حس کلا مہر نکڑے خنجر زما پزڑ کے تیر نکڑے ورز را باندے تو رش پا نکڑے خپل ما ینزان خفا نکڑے خپل ما ینزان خفا نکڑے بے وفا والے رات وائے بے وفا والے رات وائے دران نفس کے بے میرم در آرزوی تو باشم دران نفس کے بے میرم در آرزوی تو باشم بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم بدان امید هم جان که خاک کوی تو باشم با صبح روز قیامت که سر ز خاک برارم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بسیار عالی هر کدام از یه آهنگا
یک دنیا خاطره و احساس امیال زنده ساخت از ذهن شنونده و بیننده. بس ما هم خواستم که مو علاقمندایی که علاقمند یمی آهنگا بودن برشان یک بار دیگر مو خاطراتشان تازه کنم. یکی از آهنگای دیگر شفیق جان من میفهم زیاد خواندی، یکی از آهنگام که کل آهنگا رو میگم یال بشنم، آهنگ پیغلتوب بسیار آهنگ فوق العاده، یک کلیپ بخی متفاوت. من نمی‌فهمم کدام سال بوده که مرا ساختی. او سالای 2013 بود بخلم. 2013. یک کوتاه امور هم اگه. باش که کی سر دیگه جایست خود. خود سر دیگه. که آهنگ بخی متفاوت از خیلی سرش هم دیگه جایست. چه دا غرور دیمشی ما ده پیغل تو. ده سندره ده شفیق جان دیر کلی سندره دیسی مست سندره پر زمن که عاشقانه سندره وانو. زبای در تاغم زمزمه کم لگ لگ. داس احساس بدر کوما چې ځان لته قربانوما تا بپ ځان مینوما بیا د پوښتنه نه کوما و د زړه خیښه به د په کاڼو ماتوما او دا کاڼه زړه به د په کاڼو ماتوما چې دا غرور د شي مات د پیغلتوب او دا دستور د شي مات د پیغلتوب چې دا غرور د شي مات د پیغلتوب او دا دستور د شي مات د پیغلتوب. بسیار عالی، بسیار فوق العاده. زنده باشی شفیق عزیز. سلامت. وقتی که می اولین آهنگ خود خوانده بودم به وفا ولی راتوای ما تلویزیون تلو آمدم. تلویزیون تلو. برف می بارید. برف می بارید می خود او وقت در سکیوریتی یا نبودی؟ پیش دروازه دروازه پیش یک دروازه تلویزیون ایتلو استاد بودم، فکر کنم تک تک کردن دروازه را یا کدام زنگ داشت یادم نمی عبدالحی آبر آمد. خب باز ما برش گفتم که من نام شفیق است، نوست تخلص هم انتخاب نکرده بودم و گفتم که این آهنگ است همی را بشنوین ببینین اگر خوشتان آمد نشر کنین اگر نه ایج گذارم چیک ناامیدیه. بازمو بود که من در خانه بودم، در خانه هم نگفته بودم که من باید میخوانم یا آهنگ میخوانم، دیدم که در اتاق ششته بودم که می آهنگ در تلو، فکر کنم در برنامه هاب بوده که اون برنامه بود این پلی شد، وقتی که پلی شد من گریختم رفتم اتاق بالا. خانه هیچ خبر نبود خیلی بی بی آجی باز خفه نشده، خفه هم شده بود، شده بود البته باز ما برشان گفتم که خیر باشم، من آهنگ های میخوانم که انشالله چیز باشه، پیام های خوب داشته باشه، پیام های خوب داشته باشه دیگه، آزرده نمیشه، انشالله نمیمانم خفه شوی. یعنی اینقدر ایده سری نگاه شده بود، پت نگاه شده بود که هیچ کس خبر نبود؟ نه اولین دفعه که سرپرایز شدن در تلویزیون دیدن. جالب است. او آهنگ شفیق جان یکی از آهنگایی بود که یعنی واقعا هم تهداب سفر نوری خودت بسیار محکم ماند. بد نبودم، ویدیوش هم کم کار جالب بود، اگر مدلایش یک درخت خنده‌وار بود من تا نمیت یک باغ و درخت باغ یا بینه. آرمان فم خواه یکی از رادیوهایی بود که در اول شروع کرد موسیقی بودم اگه و من فکر میکنم که امی تمام شنوانده که زنگ میزد از صبح تا دیگر آهنگ خود تا دیگه اق فرمایش میدن که بیاندازه. حسنا جان یادش بخیر یک برنامه داشته در میاو آخر نه؟ برنامه سراچه. سراچه بله. من امرویشان مصاحبه داشتم، باز برای من گفت یک گپ هست تال نگفتیم برات، منطقه میگم خفه نشی. گفت او وقتا که ما در رادیو آرمان میبودیم وقتی که آهنگ خود تا فرمایش میداد ما هیچ هم تلفونشان نمیورداشتیم. یعنی قدر زیاد شده بود. باز من گفتم خیر باشه. ما از همگی سپاسگزار هستم، از علاقمندای خود البته، علاقمندای ما بودن، رادیو آرمان بود، طرفدارا بودن که مرا تشویق کردن تا ایدم پیش میریم. دقیق است. واقعا نه آهنگام بسیار فوق العاده بود، قابل تمجید و تقدیر بود، قابل شنیدن بود و نگال چندان آهنگ نمیخوانی. نه 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 او گپ نیست، او گپ نیست. ما آل یاد خاطرات است، نه دیگه ما دم خاطرات هستیم، نه برام این دیگه نامدیم و آهنگای عاشقانه بود دیگه. من نمیفهمم که شفیق جان چه احساس در وجود خودت بود که مجم اجازه داری گپ والا پسش گپ بزن یا نه؟ خب گپ دیگه است که امو چیز است که امو یک درویش درانه است، یک شعر میگه که بلتانه دیده هر شب با غم شریک کنم یار ده بل درومی و زور پس شاردم. ما دیگه اصلا غمکش بودیم، هر کسی که میدیم یک دوست هم که میدیم رفیق یک در جگرخون میبودم، جگرخون میبود باز بر از او یک آهنگ میخواد از طرف از او.
دیگه احساسات مختلف قید جمع مختلف بود از خودم چیزی نبود اما شوق علاقه بسیار زیاد داشتم میخواستم که کارم یک درم متفاوت تر باشه خوب باشه و بسیار از شوق کار میکردم دو سه کنسرت که دادین بسیار خاطر انگیز شد کنسرت جلال آباد فکر کنم که 17000 نفر میگن آمده بودن و اما قدر مردمی که داخل خود استادیوم بودن بیرون استادیوم هم برشان اجازه داده نشده بود اینطور یک وقت هم آمد که من بسیار زیاد احساساتی شده بودم وقتی که من استیج پایین میشدم تصویرهاش بود پیشم نخواستم که نشر کنم بعضی از علاقمندا بودن که اقدر علاقمند مشتاق بودن که من دست میدادم دوستان ماش میکردن بسیار خاطرات بسیار خوب بود افغانستان تیمش که برنده شد سال 2000 و چند بوده که فوتبال که برنده شد سال 2013 بود فکر میکنم نه یک خواندن میهنیت است بیرغ ما زمون جک کرد پنری که اتلانا بالکل داس اندر مون دو نا ور دلوا اما غورزو که چه ډیر او ټول ما غی احساسات وطنی احساسات پکې و خجز بابا پکې خیساس خیساس پکې خو وخت نه و و یک موضوع دیگه شفیع جان خود شعرام گفتی بعضی وقت ها نشته میکنم میشه که ما در می آخر یک آهنگ خوانده بودم برای کرکت با سه زبان با پشتو بود و با فارسی بود و با چیز بود با ازبکی بود که البته ازبکی خبر ندارم ازبکی اینا جان شهیر مرا همکاری کرده بود ما به شکل نوشته کرده بودم که د زړه له تله به نن لوبې کوو ښه په ایمان مو اراده کړې ده د وطن کاڼو بوټو هسکو غرونو افغانستان ته مو وعده کړې ده بله د کلي پاکې ګلورینې فضا دا مو جانان سره وعده کړې ده همه همی ورزشکارای ما که هستن بازی که وطن دوست دارن یک عشق هم دارن دیگه تا نیست که نداشته باشن اگه بگوین که نداریم دروغ میگن امرای جانان خدا ماده کده میخواستم که برای جا یک جذبه رخ بتا پشور و پجذبه سر راغلی و میدان تا پا وطنی جذبه با لو بگه تو افغانستان تا باز میگن افغانستان باز ادکی مور می دعاگانی کردی دام پلارجان سر وعده کرده ده دون سیوری لانده لور سر ناست ستیری ده خان تا مواده کرده ما می دشنک کلی ده خط و جماعت لخوگ ازان سر وعده کرده هغه چې خدای وطن او دنده وای هغه قهرمان ته وعده کرده او خولی به تو یو د خیالیګر وطن جانان ته په وطنی جذبه به لوبې ګټو افغانستان ته بارزو باز یک بخش فارسی نوشته کده بودم البته مشکل است برای ما برشان امی آهنگ ورلد کپ برشان جور کردم که بارزو باز نظام جمهوریت رفت و نظام جدید آمد با یک شکل رپ رقم آره گفتیم خواستم که یک کمک جذبه داشته باشه یک ذره کار مختلف باشه ما مثلا به شکل گفتیم که با رگ رگی وجود من با مغز استخوان من با هر تپش قلب من با هر نفس جان من جان من جان من سوگند به نام پاک تو با کوه و دشت و خاک تو تا زنده ایم برای تو لبخند می دهیم پرچم مقدست بلند میکنیم در رگ رگی وجودم عشق تو افغانستانم در مغز استخوانم مهر تو افغانستانم گرچه دورم ز آغوشت ای دیار نازنینم اما قلب من وجود من با تو افغانستانم او آن جانم مهربانم افغانستانم باز بخش ازبکیش میاد امیر خودم نوشته کردیم شفیع جان خودت چند سال داشتی که پدر بزرگوارت از دست دادی؟ من فکر کنم 9 ساله یا 10 ساله بودم البته پدرم سرباز بود در راه وطن شهید شده بودم خدا مغفرتش کنه روی شاد باشه و واقعا بسیار سخت است به یک کسی که 9 ساله و 10 ساله می باشه از پدر میمانه و مقسم فامیل به سرنوشت میشه داشتن پدر و مادر هر دو نعمت بزرگی هستند و ما به تمام به کلگی میگم به همگی که قدر پدر و مادر خود بکنن ما الحمدلله مادرکم حیات است بسیار زیاد دوستش دارم و ما از همه که خواهش میکنم که پدرای خود مادرای خود همچنان خوب صحیح هم تو احترامشان کنن و محبت کنن امراشان خدمتشان بکنن دقیق چی چیز شفیع جان در دل خود ترمان ماند برای پدرت که میگفتی باید این میرم انجام میدادم مالی که فکر میکنی که میگفتی این یک چیز میبود که از امی امکانات از امی زندگیت
بدبختانه برد بگویم که پدر خودم هم بسیار کم می دیدم، به خاطر از اینکه همیشه در وظیفه می بود. هفته یک بار می آمد از اون کامازای عسکری که ما شما می گفتیم، او رکت خود می آورد. ولی اون روزای جمعه که می آمد خانه، باز تمام اشتکایی که در خانه می بود وارا بازم موتر می شان و باز برای ما آیس کریم می خرید. اون بسیار یادم است. مادرای افغان چقدر دلیر و شجاع و قوی می باشند که می تانند جای پدرم پر کنند و اما اولادای خود بزرگ بسازند، در کنارشون استاد شوند. و قینن من قبلا هم وقتی که این موضوع یاد میشم یکمک احساساتی میشم، نمیفهم که چی بگویم. بله. همه چیز فراموش میشه، بخاطر از اینکه بعد از اینکه من پدر خود از دست دادم، من در سختترین شرایط قرار داشتم. سختترین شرایط زندگی، سختترین وقت زندگی مامو بود. کسی بودم که ما سرپرست خانه نداشتیم، جنگای داخلی هم شروع شده بود. بله. و من یکی از اون طفلایی بودم که در خط اول جنگ، گاه طرف حزب وحدت، چون که ما در خوشحال خان زندگی میکردیم، خط اول جنگ بود. بله. یک بار میرفتم حزب وحدت و یک بار طرف اتحاد اسلامی، سگرت میفروختم برشان. و در اون شرایط من 8 بجه 9 بجه صبح از خانه میبرامدم و نوختای شب خانه میامدم و از دور وقتی که من میدیدم دروازه خانه ما نیمش واز میبود، مادره که اونجا انتظار میبود. باز من میامدم انتو. چند سال قسم گذشتان دیدی شیخ جان؟ یعنی کارهایی که شاقه و همی طفلایی که معمولا انجام میدن، دیدن دیگه در افغانستان متاسفانه همیالا تک سیستم جریان داره. یک 10 سال 12 سال خوب بود. ما در اون وقتا یک بار حسابش کردیم 17 خانه ما کوچ کرده بودیم، یعنی در 17 خانه مختلف ما کوچکشی، یعنی از یک خانه به دیگه خانه کروی، از یک جای به دیگه جای حساب گرفتیم 17 خانه بود. و بعد از او باز ما بسیار زیاد کارهای مشکل کردم. شما شاید در آهنگ یتیم دیده باشین، تصویر از او دیده باشین، او یک 20% از زندگی ما بود. باز خیاطی را هم شروع کردم، درس هم میخواندم. با فضل خداوند باز خود از مو حالت ها کشیدیم. از این خاطر است شفیق جان که آهنگ یتیم یاد کردین، واقعا یک احساس بسیار عمیق در این آهنگ نهفته است. یگانه آهنگی است که وقتی ما ثبت میکردم در استودیو نمیتونستم، بخاطر از اینکه طفولیتم پیش روی میامد و بخصوصا ترای آخرش که زړه را وس پړم اور به واخلی ده، اوجا ما نمیتونستم خود کنترل بکنم. اشک بر بار اول وقتی که ما خواندیم اشک هم اومده. و کار نو دیگه که شفیق جان من دیدم از شما که بسیار واقعا خوشحال شدم به اینکه شما همون یک ابتکار آغاز کردین، موضوع یتیم خانه بود که ساخته شد و یا مزمی برگرفته شده دیگه، از این احساس که شما داشتین یا از چند سال میشدی بود. من چند روز پیش هم برش یتیم خانه میگفتم، ولی بدبختانه که امی خود نام امی یتیم و یتیم خانه دیگه سر ما بسیار خوش نمیخوره، بخاطر از اینکه ما برش میگیم که یک پرورشگاه برش میتونیم گفته، بخاطر از اینکه من نمیخوام که این کلمه یتیم یک کس را مایوس بسازه، بخاطر از اینکه خود مایوس میشم وقتی که میگم یک پرورشگاه. 5 ماه قبل بله با همکاری خانمم، یعنی بسیار زیاد کردیت از این پرورشگاه برای خانمم میره، به خاطر از اینکه اگر اونا نمی بودن این پرورشگاه اصلا وجود نمی داشت. 5 ماه قبل همی تصمیم گرفتیم که در افغانستان عزیز باید یک پرورشگاه داشته باشیم، برای اطفال یک کار بکنیم. و من خانمم گفتم که من امرایت مثل کوار شانه به شانه استاد هستم و تا که میتونم این حمایت میکنم، به خاطر از اینکه من کسی هستم که از امی حالت ها گذاشتیم و از دل از جا خبر است. خوشبختانه که امروز ماه پنجمش پوره شده و ما یک سایت هم جور کردیم به نام رایان چلدرن که ما اونو اطفال را از روی های سرک جمع کردیم، اون اطفال که در سختترین شرایط زندگی قرار داشتن سروی کردیم. تیم بسیار مجهز در افغانستان است، حمید جان ولی خوارزاده ما رئیس عمومی از این پرورشگاه است. دیگه با کمک هموطنا و کمک شما ضرورت داریم تا که بتانیم همین 60 اطفال ما بتانیم که 100 نفر بسازیم و 100 ما ایر 200 بسازیم و از 200 الی 500 و یک روز شوه که ما در هر ولایت افغانستان یک پرورشگاه داشته باشیم. و این بسیار عالی است، یک ابتکار بسیار فوق العاده. دیگه دوستایی که میبینن شما به www.
ryanchildren.org برین امی لحظه. و جالبی است که در داخل خود وبسایت شما میتونین اطفال ببینین، هر طفل را که شما کمک کرده میتونین و میخواین کمک کنین، معلوماتش هست، عکسش هست و میتونین شما ارتباط با امراش برقرار کنین. یک طفل انتخاب میکنن یا مستقیم مانه امراه از اونا کمک میکنن و هفته یک بار یا هفته دو بار یا ماه یک بار تلفنی برشان زنگ میزنه و تصویری امراشان میبینن، از حال احوالشان جویا میشن. به خاطر از اینکه احساس خوبی داشته باشه که این کسی که کمک میکنن بفهمن که من امرای کی کمک میکنم و تا چی وقت کمک میکنم. ماهانه این یک گزینه بسیار خوب است. شفافیت هم بله. و دیگه ای که در امریکا ما از جوانا، از فامیلا، از همه گی خوشمند هستم که مرا یاری بکنن. دقیق است. دوستا دیگه کسایی که شفیق جان تعقیب میکنن، سالهای سال تعقیب کردین و دوستش دارین، آهنگاش رو دوست دارین، نمیخوا آهنگای میهنی خواندن، عاشقانه خواندن. امروز دیگه روزش است که دیگه شما که استاد شوین از هر جایی که هست. یک گپ دیگه هم میگم که افغانایی که بخصوص هر جایی که زندگی میکنن دیگه جای شک نیست که همش وطن دوست هستن، صحیح است. ما همیشه شعار دادیم، صحیح است، زنده باد مرده باد، زنده باد فلانی، مرده باد فلانی، بیرق سی فلانی شد، تو فلانی شد، تی تقبیه میکنیم و در غم شریک هستیم و وا وا نام خدا ما را به گریان آوردی، ولی عملا بسیار کم حرکت میکنن. عملا امروز روز عمل است. ما میخوام که امروز ما یک جای ما خودم هم شعار دادیم، ما خودم زیاد شاید آهنگای مهنی خوانده باشم برای همدلی به حق زن، ولی فکر کنم شاید جایی را نگرفته باشن، ولی این بار کوشش کردیم که عملا یک کار بکنم برای وطن، وطندار خود، و در این کار همکاری تمام جوان ها، تمام فامیلا و تمام کسایی که دلسوز هستند کار دارم. تان لطاش قربان مقصد دا ماحول کباب و دا دودونه و عمر وخت چې وطن پیار لګلاش بالکل ډیر زیات منه افجان لیاو سن شي ډیر زیات شکرګزار یم خدای پاک ما ته ډیر خملګری را کړی دي ډیر کملګری خو ډیر خملګری په امریکا کې ډیر کملګری لرم نو زما په دې منطقه کې ځوان کوم په ډبلن کې نظما تر ټولو ښه ملګری ډېر خاص ملګری نصیر جان ده او نصیر جان مې په دې ډېر زیات خوښېږي چې ډېر ساده ده په زړه کې ډېر پاک ده ډېر ساده ده او ډېر هغه د انګریزانو خبره هارډ ورکینګ یوه لک ده نو چې زه ورته وایم چې غره ته ځو را ته وایي ځه چې ځو دغسې یو ملګری ده او دا زموږ د هېواد د ډېر پیاوړي او ډېر تکړه ارواښات عبدالله مقوري صاحب زوی ده چې هغه هم په ما باندې ډېر زیات ګران و نو دا خپل ځان ته کاروبار لري او نن مونږ ته کباب هم لطف کړی دی کباب هم پخی نو دا به خپله وایي چې څه ویل لري څه نه لري انشاءالله خیر استې بخیر استې ژوند په خیر تېرېږي ډېره مننه خیر استې دوستان ټول ګوري نو دا څه د مخه تاسو ټولو ته هرکلی وایم ښه راغلاست په خیر راغلاست چې زموږ د قصرا غریب خانې ته خواهش کن ډېر مننه ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره وینم بس څرنګه شفیق جان ولې څو کال کېږي چې موږ سره ملګري شو حالانکه مخکې زما د ورور ملګری و بلکل هغه نه ما دا خپل کو بلکل د میر خان د میر خان ملګری و بلکل ما خپل کو نو اوس کوشش کوم خو بس
بلکل بیا دا رقم چرگان دی چه مخکی خیلی بلکل چرگان خو خیر بلکل چه پروگرام جوڑاو خو بس چرگان سر مخام خیر چرگان هم خدی حالی خبره دا دوستا روح آوازخان بسیار محبوب کشور آقای عبدالله مقری شاد باشه پسرشان است نصیر جان و همچنان میرخان شما دیگه میشناسین که آهنگا و یایش شنیدن دوستان نصیر جان لباسای افغانی را تهیه میکنه میاره واسکت کلا لباسای زنانه مردانه این چیزا را اما چیزای وطنی را دیگه شما مفروشی نه؟ بله طبعا تقریبا 19 سال میشه که من بزنس میکنم نام خدا نام خدا 3-4 سال در دبی بزنس پیش بودم وقتی به امریکا آمدم باز اینجا دیدم که کم بود بسیار کم بود از بزنس گفتم چرا که اگر دیگه کاروبار رو شروع میکنم و میرم پیش میبریم امراج اگر درسای خودم میخواندم و می کاروبارم پیش بردم وبسایت جور کردم دیگه فهمی الحمدلله اونه پیش میرم برو شکر است شکر است شکر است دیگه ما فکر میکنم که شفیق جان دست با کاشت که خیلی تو طوله بزن میخو کنن سوزا باش کنم شبیه جان دید ما در قصه گرم آمدیم که چی شده کباب نسوزه کرد خب نام خدا نان و کباب و همه چیز خورده شد از نصیر جان بسیار تشکر از لطفش بسیار مزه‌دار بود همه چیز دیگه لطف کردین و حالا نوبت رسید به مهمان ویژه مهمان دیگه در راست هونه آمده مهمان ویژه رسید استاد راشه السلام علیکم استاد جان چنگ هستی؟ خیر هستی؟ خیر هستی؟ جور بیره من نه خیر هستی استاد جان جور بخیر سکره تا دستد خدا قراری ده خیر و خیر هستی خدا امروان استاد خرام هستی رازی شد سهرم باجم در تراوری قرار می خدا استاد جان دیر خلق لاست خیر است بخیر است جوان بخیر تیریگی بعد چه کرد و دار بیره ما نه خیر است شفیق جان تو روز ورسته گوری تو وقت ورسته گوری یار یو روز ورسته دو روز ورسته هر روز خیر دیر نشدی ورسته نو بالکل نو دای خود ما هم اندیوال دام زوم میده دغه دغه رشته دیر خریشته دوستا دیر خریشته دا دیر شریف انسان له حد اوته دی اخلاق او نمونه دی کمپوزونو او دی سندرو یعنی یو ستوری ده علی علی بالکل بالکل مون خو خبران مدلود نو نن ډیر خبري مو کړې سندري او داشان او بیا زنګړي میلمتم په تم وونو تا مونږ راغلی چې دیو بل تعریف وکړل ته لکه وا به یوري یار ما وته اوس په ډیره کې bale سندري مو کولې مصاحبه مو یار شه یار ما ته مې ویلې مې گفته مو بچ چی میکنی تو صفت ما را کو ما صفت تو را میکنم خب کوتای چی که پیسالا کدیم در دیره ای گفت که منگل که میخانه مویای ما میخواد او یک تار موی در سر نداشت خیر که گو موی ما میخواد ای تو هنرمند من بلکل ای که میخانه دیگه ما بیخی که ای رگ و پوست و خون خود می میپام که چی گپ است نوبت ما آمد ی دیگه اوجه شیشته پیش سر که ما مصاحبه میکنه یه مشتم گو منگل استاز آوازی که خوش میگه گفتم ولی از مرا آوازی حیف خوش میگه سه ماه کتی ما گپ نمیزد همین یک کلان گپشی بود که گفتی که میخنم مویم و میخدا و یک تر موی نداشت این دیگه جور از حقیقت بود سه روز باز کتی ما سه ماه گپ نمیزد باز گفتیم خیر از اشتباه انسان میشه باز پس دلاسا کنم عالی است استاد از شفیق جان مورید قبل از اینکه داماد شما باشه چقدر شما علاقمندش بودین که در ارتباط بودین نبودین میشنیدین آهنگایشان ما خو نسبت به شفیق جان به اصطلاح سابق کنه پیخ و نرمند استیم بله بله باز دیگه کتیش که بلد شدیم واقعا کدام صفتایی که در انسان از در یادم ندیدیم دلسوزی در فامیل سازی کتی اولادا کتی کل فامیل خود نابغه یک آدم است دقیق بدون شک برو شکر از دیگه همی دعای شما هست که شما هست پیش خوش هست نمی کلان بلکل بلکل موضوع هست این اول همی کاری که به اصطلاح که پیشتر ما خود نبودم خو یعنی پرورشگاه که می گویم بله 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 دیگه نامش یک دل کار داره دقیق یک چیز کار داره
ما از ملت محترم خود خواهش میکنم که اونمو سایت اینا انداختن. آه یک ویب سایت است. آه ویب سایت. ما مو سایت نمیپامم. بنام رایان چلرن سایت است. رایان چلرن. بله. دیگه از او خاطر ملت ما که بیچاره تکه تکه و بابد روز استن و مستقین درجه که یا جمع کدن که کاغذ جمع میکدن گار بیچاره که جمع میکدن کس مادر نداره کس پدر نداره دخیر. اگر دارم کار درک نداره که لغمانان پیدا کنم این طفل که کار میکدن دخیر. دیگه خدا پر اجرش بده. آمین آمین. استاد شفیق جان شما از یک جای زندگی از لغمان زیبا هستین، از شین لغمان. شما از کدام قریه هستین؟ شفیق جان از کدام قریه هستین؟ دیگه ما می نزدیکترین قریه ای که به ولایت لغمان قریه ما به نام قریه گومینیت میشه. ما از روز هستیم این باز در پی اولسوالی الینگار که میری کتل ده کچه شده یا خان کلم نه کتل ده کتل ی دغه یک کمی او وخت دغه موتره او چیزام نه بود گاډی مردم مې د مور د مور لخوانه کټل او کټل شهید بابا ورته د مور لخوانه او د پلار لخوانه د سوفیانو دوړه په دې لنګار کولو سره ډیر علی از شفیق جان از نواسار از اولادکایش کی به سواد دلتون شیرین است والا کلی کې شدوز درم ازی خو نواسا خون نام خدا علی با 11 تا رسیده تعداد زیاد شده دو دختر از من نیست 11 تا خو 11 تا از ما 3 تا صدای خدا کشید خو خیر سی واسه 11 تا را نداره گپ یه سکی نمیالی زیر تاثیر آمده با گپ فهمیدی از این 3 طفل سی تو با تربیه انسان هستن با زیادترین که مرم دوست دارم من مورا دوست دارم اون بچگه که خورده زیست سلیمان سلیمان جان او دیگه تو رست که ملنگ ماست بسیار صمیمیت داره اگرچه ما ولا که برش این چیز هم کده باشیم همی خونده خونده دوست داره جنجالا بسیار زیست کلان وقت خودتان بسیار دوستشان داره دیگه بدون شک که میری در برنامه دیگه هم که ما شما بودیم قصه کردین که وقتا فقطا اولشان هم میگیرین در پارک میرین بیرون میبرینشان دیگه خوب است که می یک غنیمت بسیار کلان استاد که در کنارت شفیق جان واره داماد نام خدا از هر لحاظ تکمیل و همچنان فامیلش و همچنان اولادا و نواسا دیگه بالکل از تو استعدادا باید که نمی جوان است استفاده شده مگر جنجاله زندگی رو تو کشیدن که دیگه خو همین یک آهنگ هم که سب میکنه کتی ویدیو کلی که شاید 10,000 بالا میره دارم راست میگه مسئله اینجا خوبی خیلی زیاد بالکل زیاد است یه دیگه کره خانه دادن است اولادا را تعلیم و تربیه کردن است دیگه مشکلات زندگی است که یک چیزی تو از ملت نگیری چه به ملت داده میتانی او کدام تیکر دولتی هم نداره هر کس میپام او کارش میپام و استاد در وقتی که شفیق جان عروسی میکرد نامزاد بود تو مصارف بسیار کلان خصش نمانده بودن که از او قرضدار شده باشه خنده کردونه نه هبا نه دینار ایچ ای تجارت دختره و یار ظلم است اون چیزی که اسلام چند تا مهر گفته چقدر مهر ما ولا اگر پرسالم کده بگا ما گفتم مهر چقدر مهر پایین بیای ما خوش میشون چرا این زندگی خود اموره که ایجا مصرف میکنن غذاب یا یک چیز نوشته میکنن یا راست یا دروغ به زندگی زیاد چی به درد میخوره حالا بهترین کار کردی استاد شفیق جان راضی است خوش بودی که از امون گفتی منگل صد نو پرابلم از نصیر جان بشنویم که از استاد منگل کدام آهنگش خوش دارین یا کدام سوالی که شما دارین از استاد هیچ وقت نپرسیدین میشه که این برنامه از پیش بپرسیم از وقتی که پدر جانم فوت کرده باز استاد منگل میبین چون اینا بسیار دوست بودن دوست صمیمی بودن هنرمندا بودن با اصطلاح به پشتو که میگیم آقا مینه د پلار مینه چده ما که طرف شم سعی میکنم من مو یاداشت های پدرم با یاد می که دوستش بود و تقریبا سن سالشان هم تقریبا یک چیز است دیگه طبعا یک هنرمند بسیار بزرگ ما و بسیار همیشه خوب خواندن ما باز آهنگ زیاد گوش نمیکنم خودم لیکن از استاد اما یک آهنگش باز اگه بگویم چندین هزار بار باشه گوش کردیم امو که میگه لاس رکی غرزیگم پریوزم لاس رکی پریوزم امو آهنگش که است ما او را بسیار زیاد ما گوش میگم دپرشن نیورده ما
ما تا زیاد گوش نمیکنم آهنگ، مگر غزل آهنگای خاص یکی رو گوش میکنه، پخته گوش میکنه دیگه. ما کمی یکی رو شروع شد دیگه، اونم غزل. ما غزل اینه میدم استاد برتان امشب لایو بر شما میخوانه ان شاء الله. خ استاد جان نو خی صحیح خبر داد شفیق جان، من خواهش کنم چی دست سندره سر دکانه و وایل سید زم در سراویم و واسیت تم شغل وخ کی ملتم دی لا خوم قتل در تسم دی لا خوم قتل در تسم دی تم شغل وخ کی ملتم دی لا خوم قتل در تسم دی لاخو میں قتل دے قسم دی تم شگلے اوخ کے ملا تم دی لاخو میں قتل دے قسم دی لاخو میں قتل دے قسم دی زکر دے خدے بولم توبہ مدا زکر دے خدے بولم توبہ مدا زکر دے خدے بولم توبہ مدا زینے کسی ستا بنی آدم دی لاخم قتل در قسم دی لاخم قتل در قسم دی دگل خیستا زوانی جانانا تا تچیر ترسی دگل خیستا زوانی جانانا تا تچیر ترسی دگل خیستا زوانی جانا تا تچه ترسی سپلی کدیر پتاواری گی ما تچه ترسی دگل خیستا زوانی جانا تا تچه ترسی تدخل زان لغم امره زد جانا لغم تدخل زان لغم امره زد جانا لغم تدخل زان لغم امره زد جانا لغم زاہد استا ثواب زما گناہ تے چیر ترسی زاہد استا ثواب زما گناہ تے چیر ترسی پرلی کڑیر پتا وری گی مات چیر ترسی او پلی کڈیر پتاوری گی مات چیت رسی دگو خیستا زوان جانا تات چیت رسی دگو خیستا زوان جانا تات چیت استاد دیر علی دیر فوق العاده امی شام و امی فضا و امی آهنگ و امی صدای استاد و صدای شفیق جان که دیگه کاملا دیگه فوق العاده بود. باش که مو فرمایش زیر می یکم ترا و یک استیش می خانم خیلی چقدر حرام نمک مردم دیگه
نه نه واقعیت وای بود. لاس را کئی پری وزما نشرا بند راغلا سترگی را والوی چپرا بند راغلا لاس را کئی پری وزما نشرا بند راغلا را وړوي چپر باندې را راکي سورای چې په شرابو او د سکلم راکي سورای چې په شرابو او د سکلم مست د جذبې आवाज سجدرا باند راغلا سترگی را والوی چپرا باند راغلا لاس را کی پری وزمان نشرا باند راغلا سترگی را والوی چپرا باند راغلا دامو سارا وینو سنگستڑے او سمان شما جانانا ندخ پلو ندزان شما جانانا سنگستڑے او سمان شما جانانا نستخ پلو ندزان شوم جانم آند پا ما خاند چه لایق ساده خنده ما خود بخانده نیم چه پتابانده شیده خود بخند نیم چی اتابا دی شیده ایمان بسیار عالی، بسیار فوق العاده بود استاد. به خاطر خوشی شما و به خاطر خوشی تمام هموطنان عزیز خود زمزمه های ناشید ما و استاد خدمتتان تقدیم کردیم. امیدوار هستم که مورد علاقه تان قرار گرفته باشه. بسیار عالی است. امیال من متأخر هستم که هزارها قلب و هزارها دل بردیم استاد. با می صدای زیبایتان و شفیق جان همچنان. بلکل. نصیر جان. خانه نصیر جان آباد زحمت کشیده. پدر زیاب بیخی ده یک دفتر و ده یک شعبه بودیم در وزارت داخله. بله بله. البته ده چیزی موزیک بودیم دیگه، دیپارمنت موزیک بله بله. دیگه ما بسیار خوش خاطره از پدر نصیر جان داریم. منتها سلاته را ده پیاز و مرچک زیاد تن که ده میاخری آواز شوخه میکش دیگه گناه گلو نماز دیگه. خب نصیر چه ملامت دیگه استاد نگفتی که یک پرابلم بوده نمی پرابلم ده خانه شعبات، خانه شما هم آباد، زنده باشید، شما هم زحمت میکشین. خواهش میکنم استاد، امی کامرا پشت شما پشت سر تصویر ما هستی، کل کار شما پیش میبری. زنده باشید. ما شما هم زیاد تشکر میکنم از کامرا مینا و از کلیگیش تشکر میکنم. زنده باشید. لطف کردین استاد، بسیار خوشحال شدیم. انشالله که امو میمان ویژه مرید صاحب گفته بود که میایه و از شما که ویژه تر یک کس نیست که بیاین و بسیار لطف کردین. افتخار بخشیدن آمدین در پروگرام. انشاءالله که با دوستا باز وعده میکنیم که در یک مناسبت دیگه، در یک فرصت دیگه از شفیق جان، از استاد باز یک برنامه متعلقه جور میکنیم بخیر. چطور شفیق جان؟ یک سند باید دیگه بزنیم. نه که دلتو باز با کباب نصیر شده. خدایم را بلا هر کلا راشن. نه شفیق جان اگر میسر تو سلو گفت کرد. او در گپ جدی آدم نیست، اما سلو میگه مگر مفهوم گپش از جدیتر آدم نم
دل کم از دیگه. صحیح خیبر زیست باور کردیم. باز انشالله یک فرصت دیگه میشینیم و استادم وقتش نمیگیریم. انشالله که موفق کامگار باشین استاد. به صحتمندیتون دعا میکنیم. دیگه می هر باری که میایین گپ میزنین لطف میکنین نمید. کل دوستا دیگه از هر طرف علاقمندتان است. زنده باشی. من با کل ملت افغانستان اگر مسافر هستن اگر در وطن هستن احترامات خود تقدیم میکنم. زنده باشی. خدا کنه که در مملکت ما سراسری یک صلح بیاید. آمین آمین. که والا بریم در دیره و پنده در قریز یا ارمونه را در گردن پر تو بخن. والا ایده کیفیت داره. کامره مامره او. دخی. این لاسپیکره ای گپانه بود. این تو چیخ میزدیم که در شو تاریک آواز بسیار دور جای میره. مردم هم میگه با کلتور و با پرهنگ مردم چون نمیکرد کس میگه تو باش که کدام شعر میخوانه ما از ملت خودم بسیار خوش هستم پایین دقیقه باید بخونیم یا پلیس ها میه آه در اینجا اگه پایین دقیقه بخونیم میگه پلیس ها میه اینه میالی ما ترس آواز بیسوری میگه با اونه مقصد فضا باش استاد بیدرش بله شما که فضای وطن باشه و همو آهنگا و یا باشه هم دوستا باشه دیگه همینجا هم خوب است که شما میخوانین هزاران نفر میبینه و اونام کلشان کیف میکنن دیگه از امو صدای شما از شفیق جان بسیار تشکر از وقتتان از نصیر جان بسیار تشکر از شما استاد بازم بسیار تشکر شفیق جان کدام گپ خاص اگه مانده باشه که باز خداحافظی کنیم برای برنامه ما خود تمامی برنامه را که امروز شما گرفتم بسیار زیاد لذت بردم خوشم آمد آخرین پیام ما باز هم به خاطر می پروژگاه چیز است ریان است و می خواهیم که هموطنایم همشان هر کسی که وس دارن توان دارن جوانا همراه ما شانه به شانه بیاین که اطفال یتیم افغانستان از سرک ها بیاریم به یک جای مسون و یک زندگی خوبتر و خوشتر برشان مهیا بسازیم سلامت زنده باشین تشکر نصیر جان بازم تشکر استاد دوستای عزیز بود دیدار وطندار انشالله که دیدارهای بعدی وطندارم شما منتظرش باشین و با ما کامنت کنین که کدام دوستای دیگر در پروگرام دعوت کنیم داشته باشیم انشاءالله و اوقات لحظات خوش داشته باشین بسیار تشکر از اینکه ما را همراه بودین تا برنامه بعدی خداوند یار و مندارتان